برای 7-8 سال تدریس و کار کردم با بیشتر از 1000 تا دانش آموز دیدم که یه سری الگوهای زبان انگلیسی هستن که هی تکرار میشن. اگر این الگوها رو یاد بگیری مکالمت زیر رو میشه و دیگه لازم نیست همش از فارسی به انگلیسی ترجمه کنی. توی این ویدیو میخوام 10 تا پرکاربردترین این الگوها رو با مثال برات توضیح بدم و بهتون بگم که چجوری استفادهش کنی. اما قبل اینکه بریم حتما کانال منو سابسکرایب کن. من رضا پروازی هستم، مدرس مکالمه انگلیسی و آیلتس و توی کانالم نه تنها بهت انگلیسی یاد میدم بلکه بهت اصولی رو یاد میدم که بهم کمک کرد اول به انگلیسی مسلط بشم بعد به فرانسه مسلط بشم و الانم دارم با همین اصول اسپانیایی یاد میگیرم. I don't know if. ببین بچه ها، بعضی وقتا شده که ازتون میپرسن که فلان کارو میخوای انجام بدی، میخوای فلان جا بیای یا نه، و شما میگید مطمئن نیستم. I don't know if I'm going to make it to the party tonight. I don't know if I'm going to make it to the party tonight. مطمئن نیستم اگر امشب به پارتی میرسم یا نه. Make it to the party بچه یعنی رسیدم به مهمونی، رفتم به مهمونی. I don't know if okay؟ یعنی نمیدونم، مطمئن نیستم اگه. I don't know if I want to watch this movie. مطمئن نیستم که اگه حتما میخوام این فیلم رو ببینم یا نه. یک اصطلاح، یک الگوی بسیار کاربردی هستش که میتونید از همین امروز استفاده کنید. It's hard to find a decent place to eat around here. It is hard to find a decent place to eat around here. یعنی بچه سخته. It is hard to study English. سخته که انگلیسی بخونیم. اینجا میگه که سخته که یک جای مناسب پیدا کنیم تا غذا بخوریم. Around here. این دور برا. I'm thinking about. بچه این یکی از پرکاربردترین الگوها هستش و یعنی دارم فکر میکنم. I'm thinking about taking a trip next month. یعنی دارم به این فکر میکنم که ماه بعد یه سفر برم. I'm thinking about what to eat for lunch. I'm thinking about. خیلی این الگو کاربردیه و میتونید از همین امروز اینم استفاده کنید. Have you ever؟ بچه اینو ما میخوایم از تجربیات بقیه بپرسیم. مثلا میگیم تا حالا فلانجا رفتی، تا حالا اینو خوردی، تا حالا اینو امتحان کردی. ما از have you ever میتونیم اینجا استفاده کنیم. Have you ever been to New York? Have you ever been to New York? یعنی تا حالا نیویورک رفتی؟ Have you ever tried that food? یعنی تا حالا اون غذا رو خوردی؟ ما میتونیم اینو استفاده کنیم تا از تجربیات افراد بپرسیم. بچه‌ها پنجمی I'm used to. اینو برای عادت‌هامون میگیم. به یه چیزی عادت داریم وقتی از این استفاده میکنیم. I'm used to staying up late. I'm used to staying up late. یعنی بچه من عادت دارم تا آخر شب بیدار بمونم. حواستون باشه I'm used to رو با I used to اشتباه نگیرید. اینو من خیلی میبینم بچه ها انجام میدن. I used to برای عادتهایی که ما در قبل داشتیم و الان نداریم. مثلا میگیم I used to smoke، یعنی من قبلنها سیگار میکشیدم ولی الان نمیکشم. ولی وقتی من میگم I am used to staying up late، یعنی من عادت دارم که تا آخر شب بیدار بمونم و همین الان هم دارم همین کار انجام میدم. قبل اینکه بریم سراغ ششمی، اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردی و کانال منو سابسکرایب نکردی حتما همین الان کانال رو ساب کن. I can't wait to. بچه این یعنی نمیتونم صبر کنم. این برای شوق یک چیزی رو داشتن، وقتی مشتاق یک چیزی هستیم این رو استفاده میکنیم. I can't wait to see the new Marvel movie. اوکی؟ یعنی واقعا خیلی شوق این رو دارم که این فیلم جدید مارول رو ببینم. و میبینی بچه ها اگر ما بخوایم از فارسی به انگلیسی ترجمه کنیم مثلا این چیز عجیب غریبی در میاد. مثلا اینجا I can't wait to شما برای شوق استفاده میکنیم. این یکی که هشتمی هستش خیلی پرکاربرده و به عنوان یه زبان آموز میتونی ازش استفاده کنیم. I'm sorry, I didn't catch that. Okay؟ یعنی ببخشید متوجه نشدم چی گفتی. یعنی وقتی که مسافرت هستید، وقتی سر کلاستون هستید، وقتی هیچ کی داره یه چیزی رو توضیح میده، سر کلاس دانشگاه هستید و شما متوجهش نمیشید، خیلی راحت میگید I'm sorry, I didn't catch that. Okay؟ یعنی متوجهش نشدم. I feel like. که این هشتمی هستش. اون رو اشتباه گفتم، اون هفتمی بود. بچه I feel like رو خیلی باحاله. شما وقتی هوس یک کار رو دارید میتونید استفاده کنید. مثلا میبینید میگم هوس بستنی کردم یا هوس کردم برم قدم بزنم. I feel like chilling at home tonight. یعنی حسم به میگه یعنی حال کردم که امشب بمونم خونه و چیل کنم دیگه، ریلکس کنم. Or I feel like eating an ice cream. Okay؟ یعنی هوس کردم یه بستنی بخورم. I feel like برای هوس کردن یه فاز یک چیز رو داشتن استفاده میشه. What if. بچه اینم یه استراکچر خیلی پرکاربرده و یکی از پرکاربردترین معنی هایی که داره. ما میتونیم برای پیشنهاد دادن استفاده کنیم، برای پیشنهاد سوالی.
What if we grab lunch first and then hit the mall? What if we grab lunch first and then hit the mall? یعنی چی میشه؟ یعنی نظرت چیه که اول grab lunch؟ بچه grab lunch یعنی نهار بگیریم. یعنی grab یعنی گرفتن، ولی آمریکایی خیلی وقتا برای غذا گرفتن استفاده میکنن. What if we grab lunch first؟ یعنی اول بریم نهار بخوریم and then hit the mall. دوباره یک اکسپرشنی که آمریکایی خیلی استفاده میکنن. Hit the mall یعنی hit some place، یعنی به جای رفتن. Hit the gym یعنی باشگاه رفتن. Hit the mall یعنی بریم مال یا اون مرکز خرید. میگه که به نظر چیه که اول غذا بخوریم بعد بریم سوپرمارکت، ببخشید مال، اون شاپینگ سنتر یا اون مرکز خرید. I'm not sure if بچه این یعنی مطمئن نیستم اگه. اینم خیلی پرکاربرده و وقتی که نمیدونید میخواید چیکار کنید یا فازتون چیه اینو میتونید استفاده کنید. مثلا I'm not sure if I'm up for going out tonight. I am not sure if I'm up for going out tonight. یعنی مطمئن نیستم. I'm not sure. مطمئن نیستم که آیا up یعنی پایه این هستم. Okay. Going out tonight. یعنی مطمئن نیستم. پایش هستم. حالش دارم که امروز امشب برم بیرون یا نه. That's it guys. 10 تا از استرکچر های خیلی پرکاربرد زبان انگلیسی برای اسپیکینگ که میتونید از همین امروز توی مکالمه خودتون استفاده کنید. حتما چند تا ساب داشته باشید که ویدیوهای بعدی راجع به استرکچر ها رو از دست ندید و هر پیشنهادی یا انتقادی هم دارید توی کامنت ها واسم بذارید.